نهمین روز اردیبهشت ماه برابر با 29 آپریل سال 1316 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، درگذشت آلفرد هیچکاک، کارگردان مشهور قرن بیستم. آلفرد هیچکاک کارگردان معروف انگلیسی سینما که از او به عنوان بزرگترین متخصص فن سینما در قرن اخیر یاد می شود، دارای آنچنان حس ذاتی بود که حتی مخالفانش هم این عنوان را با رضایت به او تفویض کردند. هیچکاک یگان فیلمسازی است که می تواند افکار یک یا چند شخصیت اثر خیش را بدون توسل به گفتگو به تصویر برگرداند و به تماشاگر نشان بدهد. از این رو می توان او را یک فیلمساز واقع‌گرا دانست. این کارگردان معروف فیلم‌های جنایی و دلهره‌آور در آمریکا توانست محبوبیت زاید الوصفی به دست آورد و فیلم‌های برجسته‌ای همچون ربکا، سوءزن، تناب، تلسم شده، زندگی دوزخی و بیگانه‌ای در ترن را به تصویر بکشاند. سال 1337 خورشیدی، افتتاح آرامگاه نوبنیاد ابو علی سینا در همدان. در جریان جشن هزارمین سال روز تولد شیخ الرئیس بو علی سینا، از بنای مقبره جدید وی رونمایی شد. این بنا که به جای بنای ابتدایی این آرامگاه که در زمان قاجاریه ساخته شده بود برپا گردیده، توسط مهندس هوشنگ سیحون به سبک معماری قرنی که بو علی سینا در آن میزیسته و از روی قدیمی ترین بنای تاریخدار اسلامی، یعنی برج گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس، اقتباس شده است. این مقبره در زمینی به مساحت بیش از 3000 متر که منزل مسکونی ابو سعید دخوک، دوست صمیمی بو علی سینا بوده، ساخته شده. در این بنا 12 ستون بر فراز آرامگاه به نشانه احاطه آن دانشمند به 12 رشته علمی از قبیل طب، نجوم، ریاضیات، فلسفه، منطق، ادبیات، متافیزیک، عرفان و 10 ستون جلوی مزار به مسابقه گذشت 10 قرن از زمان حیات او به کار رفته است. به طور کلی بنای آرامگاه تلفیقی از دو سبک معماری ایران باستان و ایران بعد از اسلام به شمار می آید که در حال حاضر تالار جنوبی آرامگاه به موزه محل نگهداری سکه، سفال، برنز و سایر اشیاء کشف شده مربوط به هزارهای قبل از میلاد و دوران اسلامی و تالار شمالی به کتابخانه مشتمل بر 8000 جلد کتاب خطی و چاپی نفیس ایرانی و خارجی و غرفه‌های مربوط به آثار بو علی سینا و شعرا و نویسندگان همدانی اختصاص یافته. در غرفه آثار بو علی عکسی از جمجمه وی در معرض دید گذاشته شده که گمان می رود به هنگام تخریب مقبره قدیمی به دست آمده. سال 1378 خورشیدی برابر با 1999 میلادی، در گذشت دکتر ذبیح الله صفا، محقق، مترجم، ادیب و شاعر معاصر. ذبیح الله صفا پژوهشگر، مترجم و استاد دانشگاه تهران، با پذیرش رسالهش به عنوان حماسه‌سرایی در ایران به درجه دکترا نائل شد.